در روزگاری که شعله های جنگ زبانه می کشند، یکی از جنگنده های نیرومند نیروهای هوایی کشور رفته رفته از کار می افتد. هواپیماهای MiG-35 روسی، تنها 4 فروند این جنگنده ها هنوز به کار برده می شوند، اما 2 فروند آن اینجا در میدان هوایی نظامی زیر تعمیر هستند. اینا هم ریسورس یا وقتشان پوره شده که هم برای دوباره تمدیدش انتقال داده می شود. هواپیماها پس از هر 50، 100، 200 و 300 ساعت پرواز به تعمیر نیاز دارند. اما پس از 2000 ساعت پرواز، هواپیما به گونه کامل از کار می افتد و نیاز است تا در دستگاه‌های پیشرفته به گونه اساسی تعمیر شوند. اما این روزها دست یافتن به پرزه‌ها و قطعات مکانیکی چرخبال‌های روسی بسیار دشوار است. از همین رو گاه تعمیر یک چرخبال هفته‌ها را در بر می‌گیرد. که من پروژه چیدی بعضی وقت من مشکلات سر مخامخی بیا من فعلا دغه کمی تیاری چیدی کوشش کوم چې من سره کمی تیاری په خوانه پاتې دي هغه پروژونه د کماله و خاصگاه این معزل در این رویداد است. هنگامی که روسیه در سال 2014 نیروهایش را به اوکراین فرستاد، امریکا و اتحادیه اروپا پس از این رویداد بر روسیه تحریم‌های اقتصادی وضع کردند. پیش از این چرخبال‌های روسی برای تعمیر اساسی به کشورهای چک و اوکراین برده می‌شدند، اما پس از تحریم‌ها این کار نیز دشوار شده است. قصد ما این نیست که هواپیماهای MiG-35 را نگه داریم. قصد ما این است که هواپیماهای بلک هاک را به جای آن به کار ببریم. 4 فروند چرخبال‌های بلک هاک تا 3 ماه دیگر به افغانستان خواهند رسید. نیروهای هوایی اکنون به خلبانان جوان چرخبال‌های MiG-17 و MiG-35 امید بسته است. مدت شش ماه ترنینگ بلک هاک دوام داره شاید. جمشید و امان‌الله از خلبانان هستند که در امریکا نیز آموزش دیدند. طول آماده انشاءالله در هلیکوپتر پیلوتان، خصوصا در MiG-17 پیلوتان کم چه مسلکی دی، آقا انشاءالله مشکل نداری پده که چه بلک هاک ترنینگ بکی. افغانستان در حال حاضر در حدود 120 هواپیما دارد. حکومت در تلاش است که تا 7 سال دیگر شمار این هواپیماها 2 برابر شود و شمار جنگنده ها، هواپیماهای باربری و چرخبال ها نیز افزایش یابند. به نظر می رسد که به علت وابستگی حکومت به کمک های جهانی امروز نیروهای هوایی شماری از چرخبال هایش را از دست می دهد و درست به همین علت گاه تنش های سیاسی میان قدرت های جهان بر جنگ در افغانستان اثرهای منفی بر جا می گذارد. صمیم فرامرز، طلوع نیوز.